فیصل صاحب سلام بر شما، خسته و مانده نباشین. کم اگر در مورد میثاق همکاری ها معلومات بتین، سبب اساسی ایجاد این میثاق چی بوده و این میثاق شامل چه بخش های کلیدی و یا هم مهمه است؟ تشکر. ما در بخش های امنیت که اولین نیازمندی افغانستان است مشکلات زیادی داشتیم. صلح که یکی از خواستهای اساسی مردم افغانستان است و بدون شک اقتصاد هم شامل این پروسه میشه. تا اقتصاد خوب نشه امنیت هم نخواهد بیاید و تا امنیت خوب نشه اقتصاد هم شاید جور نشه. و در پالوی از این حکومت داری خوب، این چهار عنوان با هم دیگر مستقیما سر و کار دارن، رابطه دارن و از این خاطر بود که حکومت افغانستان اقدام در پیش گرفت که ما در این چهار بخش باید فعالیت بیشتر داشته باشیم و شریکای و مشخصا در رأسش امریکا اینا باید ای شریک باشن و با همکار باشن که بالاخره ما همواره به این چهار هدفی که برای خود تعیین کردیم برسیم. و چون اینا شامل یکدیگر میشن و با یکدیگر تماس مستقیم دارن، باید همواره دنبال شوند. آقای فیصل، در اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و ایالات متحده هم آمده که کمیته های چهارگانه دو کشور مشترکاً در عرصه های حکومت داری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد افغانستان که شما هم یادآور شدین کار میکنن. در مورد میکانیزم کاری کمیته ها اگر کم معلومات بتین، اصلا بررسی و یا هم نظارت از کمیته ها و یا هم کار کمیته ها را کی در دوش داره؟ کمیته ها پیش از پیش ایجاد شده، کمیته ها رهبریش مشترک است. از سفارت امریکا اینا در بخش های متفاوت در اینجا تحت نام امبسدر یا سفیر نماینده دارن، در بخش های حکومت داری دارن، در بخش های صلح دارن، امنیت دارن و اقتصاد دارن. اینا مشترکن به مقامات افغانستان این کمیته را رهبری میکنن. از افغانستان در یک دو کمیته معینا داریم و در کمیته دیگه وزیرا و به سطح مشاورین داریم که در بخش های امنیتی خود اتمر صاحب و وزیرای داخله و اینا شامل هستند و آقای حکمت کرزی دی شامل است و همچنان آقای مصطفی مستور که در وطن وزیر اقتصاد افغانستان است اینا شامل هستند. کمیته های مشترک است که کار میکنن و جلسات متداوی می داشته باشند. کمی اگر در مورد چگونگی و یا هم زمان تطبیق و یا هم عملی شدن کارهای میثاق و یا هم کمیته ها اگر معلومات بتین، چه رقم یک جدول زمانی براش تعیین کردین، چگونه ای کار شوه و تا چه حد پاسخگوییش در کجا روشن میشه؟ در کل یک پروسه است، این کار دوامدار است، دوام پیدا میکنه. اما این کمیته خودشان هم کار میکنن که میکانیزم دقیقش کاملش مشخص شوه که ما موضوعاتش داریم، اجندایش داریم، ما باید کار شوه که کدام اهداف در کوتاه مدت، کدام اهداف در میان مدت و کدام اهداف در طول مدت باید به دست بیاید و چه راههایی است که باید از او استفاده شوه. اما دفعتاً چون تازه ای یک پروسه است شروع شده، ما هم در شروعش هستیم و انشاءالله در آینده نزدیک که پیشرفت‌های می داشته باشیم باز میشه که از طریق شما و افغانهای عزیز هم شریک شوه. یک چیزی که مرتبط به این مسئله هم است و استراتژی تازه ایالات متحده از طرف رئیس جمهور ترامپ اعلام شد. رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که همکاری ایالات متحده بر افغانستان بعد از این و یا هم چک سفید نیست. پاسخ مستقیم شما به این هشدار چی بود؟ حکومت افغانستان چی میگه در مقابل این هشدار؟ خب ما این یک هشدار نمیگیم. پیش از اینکه امریکا از این یادآور شود یا جامعه جهانی در کل و اتحادیه اروپا مشخصا از این موضوع بحث کنن، این یک بحثی بود که پیش افغان ها موجود بود. اصلاحات، کار برای خودکفایی و مبارزه با فساد تعهداتی است که حکومت افغانستان و مردم خود داشت و نیازمندی هایی است که ما به آن نیاز داریم و به آن باید بپردازیم. پیش از این سخنرانی رئیس جمهور امریکا، ما وقتی که به کنفرانس بروکسل می رفتیم این بحث پیش ما وضاحت داشت که کمک هایی که با تزید افغانستان میشه مثل سابق نیست. ما باید کار کنیم، این کمک ها مشروط است، باید مبارزه شود و کار شود تا بالاخره کمک هایی که برای ما
میرسه او را دریافت کنیم. اما بازم پیش از اینکه این یک تعهد به جامعه جهانی باشه، این تعهد حکومت افغانستان و مردم افغانستان است و ما به این مسئله وقت پرداختیم. آقای فیصل، اتفاقا به گفته مقامات افغان، حتی رئیس جمهور و رئیس اجرایه، این استراتژی تازه فرصت را ایجاد کرده که فشار بیشتر روی پاکستان از طرف ایالات متحده به خاطر مبارزه با دهشت افغانی رونما میشه. شما چگونه از این فرصت به میان آمده استفاده میکنین تا روابط با اسلام آباد بهتر و مثبت بسازین؟ ما همیشه به حیث یک همسایه خوب به پاکستان در اینجا بودیم، هستیم. حکومت قبلی افغانستان چند بار تلاش کرد، رئیس جمهوری قبلی بیش از 20 بار رفت سفر کرد و حکومت فعلی هم در 3 سال گذشته بیشترین تلاش خود کرد که پاکستان رابطه ایمان خوب شود. ما پاکستان به حیث یک همسایه میبینیم، نه به حیث یک رقیب، نه به حیث یک دشمن، و توقع داریم که پاکستان ما را به حیث یک همسایه خوب و یک دوست و یک رفیق در این ساحه ببینند. اما متاسفانه که پاکستان هنوزم معتقد بر دست آوردن اهداف پالیسی خارجی خود از راه‌های تروریستی است. اینا بازم از تروریسم استفاده میکنن، ولی بازم ما پیام ما برشانی بود که اینا نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنن، در آینده تصامیم بهتر را اتخاذ کنن تا بالاخره این فرصتی که برای جنام ایجاد شده از استفاده کنن. تشکر آقای فیصل، تشکر از وقت شما، بخیر روز شما خوش.